دوستای عزیز سلام، امیدوارم خوب باشین. به یک خبری بسیار مهم و عالی و دارای اهمیت به شما صحبت میکنم. در اینجا میبینید شما بریکینگ نیوز، یعنی خبری بسیار عاجل مهم، و اینجا گفته که کانادا به برنامه مهاجرت یا ایمیگریشن 432,000 را در سال 2022 نظر به پلان برنامه مهاجرت لیول مهاجرت سال 2022 تا 2024 ایرا به 432,000 افزایش یافتن. یعنی قبلا کانادا اعلام کرده بود که 411,000 در سال 2022. ما میپذیریم که ما و ویدیو رو هم ریکارد کردم به شما شریک ساختم و یکی دلبته گفتن این افسانه هست و نمیفهمم یک چیزایی گفتن. منتها این دوستا خیلی چیزها از بیخبری ماست. یه همه مربوط افغان ها نمیشه، متاسفانه هموطنان ما وقتی اخبار رو میبینه فکر میکنه همه مال افغان ها است. افغان ها یک برنامه 4000 بود ریفیوجی در سال قبلی بود و امسال سال 2022 است که یک تعداد رو به خاطر ویزه بشر دوستانه قبول میکنه و اینا ویزه های است که ویزه مهاجرت کار است، ویزه مهاجرت تجارت است، ویزه چی است، ازدواج است، الحاق فامیلی هست و همچنان ویزه هیمنیتریان است، اینا است. خب بنان از شما دوستای عزیز تا آخر این ویدیو میخوایم با ما رو تعقیب کنین، بیننده باشین، نظراتی داشتین، کامنت داشتین، در کامنت با ما شریک کنین و به خاطری که از ویدیوهای دیگری ما با اثر زمان از معلومات از خبرهای جدید تازه با شما شریک میکنم با خبر شین. اگر چینل را سابسکرایب نکرده سابسکرایب کنید، زنگوله را فشار دهید تا اینکه هر ویدیویی که میگذارم به شما فورا آگاهی بده. منتها یک چیز است، هموطنان عزیز ما، مردم عزیز افغانستان، دوستای عزیز ما که این ویدیو را میبینید، بنده را فالو میکنین، خیلی از موضوعات از ناآگاهی ما و شماست. شما اگر اطلاع داشته باشین برنامه کلان ویزه یا ویزه بشر دوستانه، ویزه کار، ویزه تجارت، ویزه الحاق فامیلی، ویزه ازدواج از کانادا از سالهای قبل جریان داشت، یعنی آمار کلان از سال 2020 به این طرف یک پلان تا 2023 اعلان شده بودند و حالا از 2022 تا 2024 اعلان کرده. ما در ویدیوی قبلی هم گفتم حتی نخست وزیر کانادا و وزیر مهاجرت کانادا این گپ گفت که ما دمون نیوز دمون خبری که نشر شده بود همین گپ گفتن که توسعه کانادا و ای که ما در مقابل اپیدمی که کرونا ویروس مبارزه کنیم یک از راههایش این است که ما مهاجرین را بپذیریم. خب ای که ما و شما متاسفانه معلومات نداریم، تنها امسال از وضعیت افغانستان یک مقدار خراب شده، برنامه های مهاجرتی اینا پیش آمده. ما این سایت ها را تعقیب میکنیم، دنبالش هستیم، وگرنه قبل از هیچ کدام ما و شما مک والا اگر خبر داشته بودیم که آمریکا چقدر میپذیره، کانادا چقدر میپذیره، برزیل چقدر میپذیره، اسپانیا، در حالی که در همه اینا برنامه های ویزه های مهاجرت اینا داشتن، ویزه های اسلیوم پناهندگی اینا بودن. خلاصه از این گپا میگذاریم از کلیگویی. خب در اینجا گفته از 411,000 که قبلا پلان شده بود که ما اینه میرم ریکارد کردم برای شما که در سال 2022 411,000 را کانادا اعلان کرده بوده، ایره فعلا در پلان جدید خود در 432,000 افزایش یافته، یعنی تقریبا 20-21,000 باز افزایش یافته. که در اینجا گفته در سال 2022 431,645 پرمننت رسیدنس، یعنی برنامه مهاجرت روی مثلا لوکیشن در کانادا را اینا میپذیره و همچنان در سال 2023 447,055 پرمننت رزیدنت، یعنی ویزه مهاجرت را اینا میپذیره و در سال 2024 که جدیدن اعلان کرده، قبلا نبودن، قبلا تا 2023 اعلان کرده بود، جدیدن در سال 2024 هم پلان خود اعلان کرده کانادا که 451,000 پرمننت رزیدنت، یعنی اونایی که اسکان مجدد میخواید دنبال اسکان مجدد هست در کانادا از طرق مختلف اینا اعلان کرده. خب ای از این حرفا میایم پایین، در اینجا کلی برنامه ها رو گفته و در اینجا گفته که منستر اوف سان فریزر که همون وزیر مهاجرت است، این گفته به صورت روشن و شفاف برنامه مهاجرت را در اعلان کرده که از طریق خبر سی آی سی نیوز پخش شده
و ای گفته تمام برنامه های خود توضیح داده، خود اینجا توضیحاتش هست که شما ایران میتونین بخونین. خب همه حرفای کلی که ما با شما گفتم همه گپ ها هست، مثلا اینجا برنامه همه 111500 اینا رو گفته که اینا رو بعدا افزایش داده و روی دیتیلز و جزیات رفته، و بعد که شما در اینجا بیاین شما میبینین که همه اصلا برنامه مهاجرت کانادا در اینجا بسیار دقیق گفته که از چه طرق مختلف، از چه راه های مختلف امکان پذیر است. یکی اکونومی هست، یکی ویزیت فامیلی یا فامیلی هست، یکی ریفیوجی هست و یکی هیومانیتریان هست که ما از این طریق میتونیم اگر درخواست کنیم درخواست کنیم. البته بازم تکرار میکنم دوستای عزیز، این تنها برای افغان ها نیست، این برای کل کانتری هاست، کل کشور هاست، برای تمام دنیا اعلان شده و یک برنامه رقابتی هست، باید دنبالش باشیم، ثبت کنیم. اگر دنبال ویزه هیومانیتریان یا ویزه بشردوستانه فعلا برای افغان ها چانس پیروزیش خیلی بالا است، چون وضعیت متاسفانه در افغانستان است در هیچ جای دنیا نیست، اگر باشه بسیار کم محدود یک کشور اینا. و شما میتونین چیکونه؟ خب میریم سر جزئیات. در سال 2022 از طریق ویزه مهاجرتی 241,850 نفر رفیوجی میپذیرن، از طریق ویزیت فامیلی 1,005,000 یا 105,000 را میپذیره، و از طریق ریفیوجی 76,545 و از طریق ویزه هیومانیتریان یا ویزه بشردوستانه 828,250 را. خب این در سال 2020. سال 2023 از طریق برنامه اکونومیک یا برنامه اقتصادی یا تجارت 225,300 را میپذیره. این فکر منم اشتباه شده، باید 253,000 باشه. و از طریق ویزیت فامیلی 109,500 نفر میپذیره، و از طریق ریفیوجی 74,000 نفر میپذیره، و از طریق هیومانیتریان 10,500 نفر میپذیره مهاجر. و همچنان در سال 2024 برنامه خود اعلان کرده، در سال 2024 خب اینجا میبینید 267,000 از طریق برنامه تجاری، از طریق ویزیت فامیلی 113,000، و از طریق ریفیوجی 62,500، و از طریق هیومانیتریان 7,750. خب این یک آمار بسیار کلان است. خب این که باز بسیار در اینجا اعلان کرده ایمیگریشن لول پلان اکتبر 2020 که قبلا اعلان شده بود، ما پیشتر هم برای شما گفتم الیکشن اند سپتامبر نام فرم ایمیگریشن ریفیوجی سیتیزنشپ کانادا IRCC. خب گیت فری کانادین ایمیگریشن ایولیشن، بسای بسیار مهمی هست که من بعدا باز در ویدیوهای دیگر جداگانه برای شما اینا رو شریک میکنم. و از دوستای عزیزی که تا هنوز بنده رو سابسکرایب نکرده، همچنان لیول پلان امیگریشن لیول پلان 2023 تا 2025، یعنی تا 2025 همچنان بی تو بی انانسید بای نوامبر، یک سپتامبر نوامبر، اوکی در نوامبر، در اول نوامبر 2022 اعلان میشه این برنامه پلان 2023 تا 2025، باز دوباره اعلان میشه. یه حرفای جدیدی است که با ما و شما شریک ساخته میشه انشالله در ویدیوهای بعدی، ای که ما و شما چگونه از طریق کار درخواستی میدیم و چگونه از طریق بزنس تجارت درخواستی میدیم، و بحث های ویزیت فامیلی، بحث ازدواج، ریفیوجی، بحث های هیومانیتریان، ویزه بشردوستانه اینا، اینا رو ما در ویدیوهای بعدی ان شاء الله خدمت شما شریک میکنم. و از شما دوستای عزیزی که تا هنوز سابسکرایب نکردید تقاضا دارم سابسکرایب کنید، و این ویدیویی که بنده ضبط کردم میره با دوستای دیگری خود شریک کنید، اونایی که مستحق هستن، اونایی که دنبال برنامه ریفیوجی امیگریشن هستن، اونا از این موضوع آگاهی پیدا کنن. خب دیگه شما را بیش از این وقت نمیگیرم، همه شما را به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.